ایران در آینه جهان. بیل هگرتی، عضو مجلس سنای آمریکا: در حالی که تروریست‌ها و شبه نظامیان مورد حمایت ایران به حمله به پرسنل آمریکایی ادامه می‌دهند، دولت بایدن به تازگی معافیتی را برای آزاد کردن 10 میلیارد دلار کاهش تحریم‌ها صادر کرد. مارشا بلکبرن، عضو مجلس سنای آمریکا: ایران از حماس حمایت مالی می‌کند. چرا بایدن می‌خواهد 10 میلیارد دلار دیگر به تهران بفرستد؟ بلین لوتکمایر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: ایران کمک‌های بشردوستانه را می‌پذیرد، سپس برمی‌گردد و تروریسم را تأمین مالی می‌کند. دیگر نه. در نهایت پای ایران را به میز حسابرسی خواهیم کشید. مایک لاولر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: قطع توانایی ایران برای تأمین مالی نیروهای نیابتی تروریستی در سراسر جهان بسیار به تأخیر افتاده است. به همین دلیل است که من قانون تحریم‌های انرژی ایران را معرفی کردم. جان جیمز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: ما در قبال نیروهای خود و متحدانمان مسئولیت داریم که هر منبع ممکنی را که ممکن است به دست تروریست‌ها یا اراذل و اوباش مرتبط با ایران برسد را قطع کنیم. فرنچ هیل، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: اقدامات تروریستی ایران مستلزم حسابرسی کردن و شفافیت در امور مالی رهبران ایران است. مردم ایران این حق را دارند تا بدانند که رهبران وحشی آنها چگونه با پرداخت از جیب و هزینه آنها سود می‌برند. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا: ما مطمئناً می‌دانیم که سپاه پاسداران از این گروه‌ها پشتیبانی کرده، آنها را تسلیح، تجهیز، تأمین مالی کرده و آموزش می‌دهد. ما می‌دانیم که ایران قطعاً نقشی در رابطه با این گروه‌ها دارد.